سلام خدمت همه بینندگان یوکاپ عزیزای دل تو سراسر کشور. همین الان خبر دادن تو آلمان داره بارون میاد، اومدیم خدمت دوست همراه همیشگی پسر گل یوتیوب با ادب مهدی پس سلطان خاطر من پای شما رو ببوسم. پاتو اگه بدی ببوسم ممنون میشم، میرم از این راه. تو فقط پا رو پا تمرکز کردی، جای دیگه دستتو بدی ببوسم همین الان میرم. آقا چیکار دیگه چی بگم من؟ آقا امروز اومدیم بازی سوم مرحله اول، بازی سم اسنو و تاینی. سم اسنو و تاینی. آجی دعوا داره سیزه من از ایران پوشیده که توش آلفورد سم اسنو و توتو تاینی. من چقدر بازی قبلی دیدی چه گلی زدم یا نه؟ ببین به قرآن مجید مطمئنم هیت داده، ولی من اون قسمت ها رو میبینم. آقا من خودم گزارشگر بودم، چه هیتی دادم، انقدر تعریف کردی داداش. واقعا چی بگم، از تو که انتظار نداشتم، از داداشت حسین میلاد آقای سم اسنو با سیسی که اومده قرار به برادر ممیزاد. آقا ممیزاد چه عشق من. ببین به نظرت این بازی چند میشه؟ به نظر من آقا حسام باید 3-4 تا بزنه. به نظر من کامیونیتی فیفا به این راحتی باخت نمیده. حسام یکی از زوجهای اس ام اس، دورت بگردم قطعا میدونم این بازی رو قراره بتر کنی، با اینکه خسته است. اصلا این توتو تاینی بچه‌ها شاید خیلی آشنایت نداشته باشن، بچه‌هایی ان که دمشون گرم از مازندران اومدن دارن میان یعنی تهران بازی رو انجام بدم. فکر کنم که مثل اینکه دارن تو گوش من میگن هنوز به کنفرانس مطبوعاتی نرسیدن. ما باید بریم کنفرانس مطبوعاتی رو ببینیم، بعدش با مهمون عزیزمون اضافه بشیم ببینیم که تاینی اینا به کنفرانس میرسن یا نه. نظر راجع به اینکه تیم تاینی واسط کری خونده چیه؟ حالا ما که صبح تاینی رو با شیر میخوریم، حالا امروز باهاشون مسابقه داریم ببینیم چی میشه دیگه. حالا امیدوارم بازی خوبی عذاب در. به نظر تیم حریف با چه استراتژی یا چه ترکیبی قرار بازی کنه؟ دفاعی یا هجومی؟ چرا به نظر؟ والا نمیدونم قراره با چه ترکیبی بازی کنن. نظر خیلی خاصی ندارم چون بازی‌های اولم هست، جدی هیچ ایده‌ای ندارم که قراره چه اتفاقی بیفته. اگه امروز حریف تو حذف کنی و بری مرحله بعد، دوست داری به چه تیمی نخوری؟ چرا؟ دوست دارم که به تیم بنیامین نخورم. حالا دلیلش هم دیگه کاپیتانای تیمای دیگه میدونن، زیاد جلو دوربین نگم بهتره. دلیلش حرف آخر اگه داری؟ حرف آخر این که شما اگه همتون متحد شید نمیتونید حتی میمه یوکاپ شید. خدافظ. خب الان وقت کنفرانس پیش از بازی ما تموم شده و تیم توتو تاینی هنوز نتونسته خودش رو برسونه و تو مسیرن و از شمال دارن میان و فکر می‌کنم باید بریم. تایم ما اینجا تمام و باید بریم داخل استودیو. شما حتما دنبال کنید. بریم. هیچ اتفاقی نیفتاد، فقط توتو تاینی نرسید بیاد کنفرانس. الان به من گفتن که اتوبوسشون همین الان نشست. اون هواپیما مگه از هواپیما همین الان توتو تاینی یه ببین فقط اگر فکر کنم یه 5 دقیقه یا 10 دقیقه دیگه برسم بازی سهیچ به نفع اسلامی. نه به من همین الان خبر دادن که از اتوبوس پیاده شدن. امروز ببین مهمون داریم چه مهمانی؟ قدیمی ترین ماینکرافت پلیر یوتیوب با استعداد خسته. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. عرفان هستم با اسم هنری عرفان تاکسیک توی یوتیوب. بابا نکوب روی میز. این یک روز اومده اینجا. خارج از فوتبال من یه انتقاد. آقا سود من اصلا خارج از فوتبالم کلا. اصلا من خارج از فوتبالم. اینجا چیکار می‌کنی؟ به قرآن به زور ما تهدید کردن. زنگ زده به من اگه نیای میدم کانالتو ببندن. کی این؟ میلاد قفر. همین نادان. ببین این آدم مستقیم زنگ نزده. چی زنگ زده؟ از طرف ایشون به من میلاد بود اسمش. نه اسمش نگفت. داداش یارو بین من و اوشون یه گونی بود. آقا دیگه اونقدر دیگه نه. آقا من یه چیز بکنم شما رو. جون چرا ویدیو نمیذاری بیش؟ ببر چرا شخص چرا ویدیو نمیذاری؟ اینقدر بچه‌ها دوست دارن. سویل پیر شدم. واقعا پیر شدم. سن رفته بالا. الهی که سیرشی عاشقتم. نظر راجع به بازی امروز چیه؟ بازی امروز توتو تاینی و سم اسنو بازی دارن. توتو تاینی خیلی دیر رسیده به بازی. شبیه باس فایت های گاداوار افتاده این خیلی عصبانی و توتو تاینی هیچ کدوم از این افراد نمیشه. ببین یه چیزی شنیدم راجع بهشون حاج مهدی، جدی داریم یه چیزی راجع به توتو تاینی شنیدم. حالا بماند از کی؟ از قبل قبل این برنامه شنیدم. بگم میشه هورت نکشی؟ مثلا چرا برای من سایم نمیریزن؟ آب ریختن این تو چیه؟ من قهوه میخوام. من به قراتش دارم جوجو میبینم. این چیه؟ رفته لیوان از اینه کرد یه چای بده چون بفهم. سوئیل من شنیدم که این وریا خب تیم توتو تاینی خیلی ورزشکار بودن همش. چی؟ گفت ورزشکار همش. شما تایلند نبود؟ ورزشکار نیست؟ اون تایلند نبود مگه؟ نه اینا از مازندران. بابا چی میگه؟ اون نمیذاره ما صحبت بکنیم. آقا داستان داره لابد. آقا فکر کن از من ببین کدوما رو تو بازیشون رو دیدی؟ شما ایشون اخلاقو باخت. همین اول اخلاقو باخت به نظر. این احمق. آقا شما رو دیگه من نمیگم. آقا نظرتون اسلامی چیه؟ نظرم اینه اصلا فوتبال که کدومو دیدی؟ فوتبال واقعیشو نه پشت سیستم بازی کردنشو واقعا ندیدم. هیچ کدوم من اصلا تو زندگی فوتبال ندیدم. فقط 4 بار تو زندگی دربی دیدم اونم نفهمیدم. فقط فهمیدم آبی استقلاله. قرمز پرسپولیس. آقا همین الان باید بریم. آقا نظرت چیه کلی؟ حالا یک بگو یکی میبره حالا. فوتبال می چیه ما؟ 11 میزنم ولی اینجا تو زمین 11 نفره 8 داریم میزنیم. خیلی اتفاقی آقا داریم یه رب میزنیم مرتی که آقا دارم میگم به ما که نظر چا بگی نظر من سکوت میکنم. آقا خاموش کنید خرم اگه حرف بزنم خرم بفهم. آقا اونجوری که حاج حسام سابقه طولانی در زمینه فوتبال کلا داره من امیدوارم که ببرن ولی با این خشمی که اومده بعید میدونم برده باشه. نمیدونم یه مقدار عصبش از دست سویل خورد بود به خاطر اینکه ماشینشو برده پارکینگ. خب خیلی واقعا اشتباه خودش بوده قطعا دیگه لایه کشید. خب آقا بریم ترکیب‌ها رو با هم دیگه داشته باشیم. ترکیب تیم اول به اجازه بده من همینجوری برگردم ناخن. نه برگرد. ترکیب تیم سم اسنو 3-2-1-1 به احتمال خیلی زیاد خود حسام اجازه بده شماتیکو چیده. MHS توی گل 3 تا دفاع 2 تا هافبک که خود سم اسنو هم هافبک بازی می‌کنه. حسین توکلی و ممیزاد هم جلو. احتمالاً توکلی بره جلو. آقا MHS دروازه‌بان تاپ آقا محمد حسین خب یکی از خفن ترینا. خود حاج آقا استو کجا؟ سوال بپرسم اگه توی این بازی حسام سم اسنو گل بزنه من قول میدم به همه کچل میکنم. قول 100% قول به عشق داداشم تیق به عشق حاج حسام گل تمام. خیلی خوب آقا نظرتو نذاشتی بگه خیلی داری اینو بگو. آقا نظرتو راجع به اینو من نظری که دروازه‌بان قبلی معلومه خوب دروازه‌بانی بود. 4-2-1 4 دفاع 2 تا هافک یه دونه مهاجم فقط خیلی دفاعیه. کم سنن اتفاقا چون کم سنن باید ازشون ترس. آره دیگه گفتم که آمادگی برای ایشونو شما میشستی امیرو نه والله شبیه یکی از رپرهای خوب کشورمون رضا پیشو 100% اینو مناطق سوال بود. بریم خب نظرتو بگو. نظرمو گفت این همه داد میزنی نظر نمیده من اصلا. آقا خب این 4 تا دفاع داشت قبلی 3 تا بود. خب اون چجوریه با این بیشتر حال میکنی با اون بیشتر حال؟ من چرا باید با کدوم حال؟ بابا یه چیزی بگو. من میگم چرا این نمیگه من مجبورم من حال نمیکنم کلا. بریم آقا بریم بعدی دیگه بازی رو میخوام بعدی نداری بابا بازی رو میخوام بازی نمیذارن اینا. پسر شجاع چیه؟ اسمش واقعا پسر شجاع. حاجی من با موهای اسمش سلبا معنی داره مگه؟ آها راست میگی. فکرم اسمش من با موهای اون خیلی حال کردم. واقعا خوبه. من اصلا تیپ و قیافه رو پس این تیم به نظرش میبره دیگه حال کرده. آمادگیشون بیشتره. جوان‌ترن به نظر. آقا بریم بچه‌ها دارن اضافه میشن توی بازی. بعد بازی رو زودتر شروع بکنیم. نظر نهایی چی بود بالاخره؟ نظر نظر واقعا تیم دومیه توکلی بود. چی بود؟ توتو تاینی بابا توتو اصلا این هم استفاده اصلا من چی ریختی توی من عرق در من شده اصلا. آقا واقعا بچهای خوش تیپ تری بودن. آقا قبل از اینکه بریم سراغ بازی داریم نیمه اول شروع میشه. طرفدارای توتو تاینی قلب سبز تو کامنت ها، طرفدارای حسام سم اسنو قلب سفید تو کامنت ها، طرفدارای عرفان تاکسیک درخت تو کامنت درخت همه چی واسه عرفان بذاره. اینو همه چی واسه ببینم چی اجازه بده نه ما تازه صحبت کردیم. سلام میکنم به شما بینندگان عزیز و ارجمند، عرض خسته نباشید دارم بهتون. تیم سم اسنو MHS درون دروازه، علی توکلی، امیر سالار مشیری، و عرفان طلاجویان. در خط دفاع ممیزاد، حامد خانلو و سم اسنو احتمالاً در خط هافبک و حسین توکلی و علیرضا ارزنکار در خط جلو بازی میکنن با فرمیشن 3-2-1-1. طرف مقابل توتو و تاینی، پسر شجاع درون دروازه، علی توتو، تاینی محمد، ازی، آرشام، مهدیار، حسام، امیر و نیما درون تیم بازی میکنن با ترکیب 4-2-1، یعنی 4 تا دفاع و 2 تا هافبک و 1 مهاجم. بازی شروع میشه، سم اسنو بازی رو شروع میکنه. 15 دقیقه نیمه اول با سوت داور شروع میشه. حالا سم اسنو خودش مثل اینکه اومده از سمت راست توپگیری رو انجام بده با شماره 9 به عنوان کاپیتان تیم. استارت های خوبی رو داره اونجا میزنه با اینکه هیبت ماشاءالله بزرگی داره. باید ببینیم که چه کسی از این دو تیم، چه تیمی به نیمه نهایی رقابت ها با امیر موفق میرسه که احتمال اینکه امیر رو ببرن افزایش بدن. باید ببینیم که آیا این دو تیم میتونن هر کدومشون که این بازی رو ببرن، امیر موفق هم ببرن. ارسال، ضربه تل، بیرون میره. چجوری این توپ رفت بیرون؟ تیم توتو و تاینی که از مازندران تا تهران اومدن و در مسابقات شرکت کردن، باید ببینیم که به نیمه نهایی میرسن یا نه. ممیزاد به سمت راست میرسونه، توپش لو میره، شماره 2. حسام توپ رو جلوتر میبره، توی محوطه جریمه به داخل میزنه، پاسش قشنگه، توپ رو دفع میکنه اونجا. ممیزاد به سمت راست میتونه برسونه، نه، به حسین میرسونه. حسین یک استوب قشنگ نمیتونه دیری بکنه، توپ رو به دروازه‌بان میرسونه تاینی. سعی دارن که با حفظ توپی که میکنن حریف رو اذیت بکنن. بازیکن‌های سمت توپ سمت جناح چپ میارن، شماره 2 حسام که دفاع چپ هست دوباره سمت عقب‌تر میاره، شماره 9 امیر به جلوتر میاره، شماره 7 از همونجا شوت امچس. دروازه‌بانی نیست که بخواد از این فاصله ها به این آسونی گل بخوره. اینو سالهای ساله که توی کانت های یوتیوب به همگی اثبات کرده. باید اینو بدونن که برای اینکه به امچس بخوان گل بزنن باید بیشتر از اینا جلو بیان. راستی اینم یادم نره که بهتون بگم، اگر که طرفدار تیم حسام سم اسنو هستین قلب سفید رو کامنت کنید، و اگه طرفدار توتو تاینی هستین قلب سبز رو توی کامنت ها بنویسید. طرفدار بیشتری داره. چوزه و چسبون خورد نه گل میشه 1-0. چرا اینو گل خورد به این زودی؟ فکر کنم زودترین گل تورنمنت رو میزنه توتو و تاینی. 1-0 تیم سم اسنو عقب میافته در اوایل نیمه اول. اینجا ممیزاد باید کار رو شروع بکنه. ممیزاد یکی از نقطه های عطف تیم حسام اسنو، باید ازشون استفاده بکنه. ممیزاد از سرعتی که داره و به عنوان مهاجم هم داره بازی میکنه، باید از سرعت خودش توی تله آفتابی استفاده بکنه. آره همین کارو میکنه. ممیزاد میره واسه ضد حمله، شماره 7 تیم سم اسنو، خود سم اسنو اونجا اضافه میشه، شماره 9 شودش رو میخواد بکنه که نمیشه. دنبال چوب میدوه سم اسنو از همون جلو، داره پرس رو انجام میده که نذاره که زهر بدی رو بریزن و گل دوم رو بخورن. سم اسنو بعد از بازی امیر موفق و سهیل سلبا درس گرفته باشه و نذاره که بعد از اینکه گل اول خوردن گل‌های بعدی متعدد پشت سر هم بخورن. یک پاس که اصلا کسی سمت راست نیست و امچس اونجا به زیبایی توپ رو. اینجا مثل اینکه سم اسنو یک اشاره‌ای به داور داره واسه تعویض کردن، مثل اینکه میخواد یکی از بازیکناش رو تعویض کنه. بله فکر کنم میخواد یک بازیکن رو به داخل بیاره. سم اسنو باید حواسش به بازی باشه، نه مثل اینکه سم اسنو خودش بازی رو ترک میکنه و بازیکن کاپیتانی رو به شماره 4 یعنی علیرضا ارزنکار میسپاره. ترجیح میده سم اسنو بتونه تیمش بهتر نتیجه بگیره تا اینکه خودش بازی بکنه. بله مشمند کاپیتانی دست حسین توکلی، شماره 6 این تیم بوده. حالا این تیم بدون کاپیتانه اولش بازی میکنه. چه خطای بدی انجام میشه روی این بازیکن، چقدر هم سریع بلند شد. دستمون شماره این نقطه رو نداد به حامد خانلو. یک ارسال قشنگه که برسن اونجا، چه استارتی میزنه اونجا. اگه برسه به تو والی میشه که نمیرسه یا نه، بعد توپ رو کنترل میکنه توی عرض میزنه اونجا، میتونه به صد برسونه یا که شوت بکنه. شوتش رو میزنه تو چارچوب نیست و از کنار دروازه بیرون. تیم سم اسنو بازیکن‌های سرعتی خوبی داره، از جمله خانلو، سالار و ممیزاد که باید از این سه عنصر سرعتی خودش برای گل زدن به تیم توتو تاینی که از مازندران اومدن استفاده بکنه. فعلا بازی تا اینجای کار 1-0 به نفع تاینی. از عقب سالار تیم رو هدایت میکنه به جای سم اسنو، میگه برین توی پاش. یک ارسال قشنگ بازی رو راحت بازی میکنن به سمت راست، رفتن واسه ارسال کردن. کاپیتان تیم با پای چپ ارسال قشنگش میتونه گل بچه. این توپ نه امچس گلو میخوره یا نه؟ نه داور گفتن که اعتراض، داور سوت میدونه محفوظ کنن. آفساید بازیکن‌های سبز پوشو میگیره. بله خیلی زهردار دارن خودشون رو از جناحین نشون میدن، با این که دارن مثل سویل سلبا تقریبا 4 دفاعه بازی میکنن. البته فکر کنم سویل سلبا 3 دفاعه بازی کرده بود، خاطرم نیست، ولی دارن با 4 دفاع واقعا از جناحین به تیم 3 دفاعه سم اسنو بعد آسیب میزنن. و اینجا باید سالار مشیری با شماره 10 تیم رو کنترل کنه. پاس اشتباه به سالار نمیرسه اونجا. شماره 9 زد حمله رو میزنه، پشت مدافعین ارسال میشه اونجا، زمینی شوت زده میشه یا نه؟ دریبل میکنه و توی دروازه سم اسنو از توی رختکن به پرهام داره ایراد میگیره. البته منظورم از روی نیمکت. حالا بازی 2-0 در نیمه اول به نفع توتو تاینی و سم اسنو 2-0 عقب تیمش. بچه‌های فیفا باز باید به خودشون بیان، میدونن که انقدر این تاکتیک‌ها رو توی بازی تمرین کردن که واسهشون کامبک زدن کاری نداره، فقط باید اعتماد به نفسشون برگرد. سم اسنو کاری که میکنه باید از روی نیمکت بازیکناشو هدایت بکنه و کمک کنه. به نظرم اگر دوتا بازیکن سرعتی توی سم اسنو، توی تیم سم اسنو چپ و راست بازی میکردن به عنوان وینگر چپ و راست، اونجا میتونست بازی بهتری چک بگیره. میفرستن واسه سمت راست، سمت کورنر، توپ رو حساب میکنه اونجا به وسط تر میاره که میرسه اونجا به حسین توکلی. نه ارسال قشنگ بازی رو خیلی قشنگ داره توتو تاینی بازی میکنن. سم اسنو هم همین کار رو انجام بده. سم اسنو باید حواسش باشه توی عمق دفاعش، توی عمق دفاعی سم اسنو باید حواسش باشه اونجا برسال. بله اونجا آفساید گرفته نمیشه، به خاطر اینکه اون بازیکن تو فرا نگرفته بود. شماره 9 به وسط میزنه توی عرضه، محوطه جریمه توپشو میگیرن اونجا. دوباره زیبا اونجا میزنه، همینجور داره پیش میره، باید پاسکاری کنن اونجا و بله خطا رو راحت باید بگیره. داور جای اعتراض نیست اصلا، ولی جوان مردانه بازی میکنه از بازیکن حریف دوتا شماره 7 مستقیم. داور خطای پرتاب اوت رو مثلا که گرفته به نفع تیم سم اسنو. شماره 7 ممیزاد توپ زیر پاش، باید ببینیم که چه نقشی در سر داره. نباید اونجا توپا لو بره، مثلا میشه پشت مدافعین اونجا. سرعت بازیکن‌های تاینی و محمد زیاده. شماره 2 حسام از دفاع شب اومده جلو، میخواد توی عمق بزنه اونجا. شوت قشنگه، حسابیه خوبی داشت ولی تو چارچوب نبود، از بالای دروازه بیرون میره. داریم یواش یواش به آخرای نیمه اول میرسیم و همچنان بازی 2-0 به نفع تاینی و حسام باید تیمش رو جمع و جور کنه. حسین توکلی دریبل قشنگ اونجا میزنه، قشنگ معلومه که اسکیل های خوبی رو توی سرش داره و میتونه پیاده سازی بکنه، اما همچنان توپ زیر پای تیم تاینی و داره فشار میاد به تیم سم اسنو. حالا اونجا میزنه، میتونه داور خطا رو بگیره، داور بدون اینکه خطا رو بگیره آوانتاژ میده. داور شماره 2 حسام، شماره 9 میرسونه امیر که هافک هم بازی میکنه. دوباره خود حسام از دفاع چپ رفته اون جلو، خود امیر میتونه شوتر بزنه، تر توپ میزنه به داخل میاره، شوت بیرونه. این دفعه دیگه در بازی ام اچ اس باز نمیشه و همچنان 2-0 به نفع تاینی. امشس خودش دوان به سمت توپ میره تا توپ رو بیاره و بکاره. شماره 4 همین حرکت رو بعد انجام بدن. اگر کرد بشه حسین توکلی، نه کرنر گرفته میشه واسه تیم سم اسنو از جناح چپ. حسین توکلی میتونه قشنگ بزنه لب خط، کاری که توی فیفا انجام میده رو خوب میتونه توی زمین ایفا کنه. حالا اونجا خطا رو میگیره داور یا نه داور بهش میگه بلند شو، هیچ خطایی در کار نیست. بعد دفاع بسته بشه. آها باری کلا، یک دفاع رو اونجا انجام میده بدون اینکه بتونه همچنان بازی داره زیر فشارهای توتو تاینی ادامه پیدا میکنه و یک مقدار بازیکنهای تیم سم اسنو نمیتونن برگردن. سالار حسین چه استارتی اونجا میزنه، توپ میزنه بدون خطا. باری کلا به این سالار که اینقدر جنگنده دفاع میکنه و استارت میزنه، اونم با این هیبت. بچهای فیفا باز با این که زیاد پشت سیستم میشینن اما همون حرکت ها رو میتونن توی بازی هم انجام بدن. یک ارسال، سالار میدونه که تو بیرون میره و هیچ ریاکشنی نشون نمیده. حالا ام اچ اس باید بازی رو شروع کنه. ام اچ اس مثل که میخواد به سالار بسپاره. بله سالار بلند ارسال میکنه برای شماره 5. محمد خانلو همچنان توپ رو نگه داشته، باید از جناهای خوب استفاده بکنن. وقتی که 8 نفر توی تیم 11-11 بازی میکنن، 8-8 بازی میکنن، گوشه ها خیلی خالی میشه. یک ارسال قشنگ میشه، حسین توکلی استارتشو میزنه، میتونه به توپ برسه یا نه به توپ نمیرسه و شماره 10 علی به توپ میرسه. علی به جناح راست میبره. همچنان تیم سم اسنو فشار جدی روی دروازه تاینی نیاورده، باید فشار بیاره سم اسنو، انقدر فشار بیاره تا دروازه تاینی رو باز بکنه. سم اسنو از این آدمایی نیست که با 2 تا گل بخواد بازی رو به حریف واگذار کنه و 100% کامبکی در راه خواهد. بازی رو به سمت راست میرسونن، از همونجا به وسط‌تر. شماره 7 تاینی به جلوتر میرسونه، حسام اشتباه میکنه و توپشو میگیرن. حالا اینجا بعد از فرصت استفاده بکنن. تقریبا 4-4 مساوی، اما تیم حریف میرن واسه پاس دادن. حالا اونجا شماره 5 میتونه که ارسال بکنه، باید زودتر کنه، انتخابشو بکنه، پاس به جلوتر، ببینه کی میشه اونجا، میتونه ریباند گل بشه. حسام داره فشار میاره. گفتم که تیم سم اسنو به این سادگی به حریف نمیبازه و قطعا فشارهایی در ادامه از تیم سم اسنو روی دروازه حریف خواهیم داشت. بازی رو سمت راست میبرن. 1 دقیقه زمان تلف شده توسط داور بازی اعلام میشه. 1 دقیقه که داور میگیره اونها وقتی تلف شده امچس توپ رو در بیاره. حالا اونجا امچس داره چه واکنشهایی نشون میده این دروازه. تا الان تیم امیر موفق و تیم تاینی موفق شدن که کلین شیت کنن و دروازه‌بانشون هیچ گلی دریافت نکردن. حسام از دفاع چپ رفته به عنوان مهاجم داره بازی میکنه، از همونجا شوت میکنه. امچس اینا رو گل نمیخوره. وای چه امچس چه اشتباهاتی داره تو این بازی میکنه. فکر کنم تو با صورتش یک برخوردی هم داشت اگر اشتباه نکنم. امچس مشکلی داره، مثل اینکه میگم این مشکل جزئی باشه و خیلی حاد نباشه که دروازه‌بانشون رو اذیت کنه. بابا گوشه ها رو سرعتی بذار برن سان کنن. رو وسط میارن، از همونجا میخوان شوت کنن رو دروازه امچس، به وسط‌تر میارن، توی عرض میزنن، اونجا میره واسه شوت کردن، جلوشو میگیرن، نمیذاره سالار مشیری. بله نیمه اول به اتمام میرسه با نتیجه 2-0 به نفع تیم تاینی. حسام باید توی رختکن تیم رو جمع کنه. میریم در با هم در پخش خودمون هستیم تا نیمه دوم. واقعا یه جوری با خشم اومد تو. اصلا نه گفتم الان 6 تا میزنه میره. کی حسام دیگه حاج آقا حاجی واقعا. ولی دوتا خورد، ولی من یه امیدی دارم بهش که کامبک بزنه. نظر شما راجع به نیمه اول چیه حاج عرفان؟ آقا من همون حرفی که اول زدم حاج مهدی، گفتم بهت اینا خیلی خوب تازه نفسن. خوب دیدی؟ درسته. دیدی سوئد؟ دیدی؟ من که دیدم آقا، دیدم 100% دیدم. خیلی اینا واقعا سرعتشون بالاتر، آمادگی بدنشون بهتر، جوان‌ترن، خبیرتره. نظرت اینه کامبک میزنن اینا یا نه؟ نیمه دومو حسام چیه بعید میدونی؟ واقعا داریم بعید میدونم واقعا. ولی یه شوت تو چارچوب داشتن، یعنی میتونن زده حمله بزنن. یه شوت تو چارچوب داشتن حاجی، دروازه‌بانشون هم خوبه اینا. آخه دروازه‌بان توتو تاینی بله آقا امچس هم دروازه‌بانیش خوبه. دفاع باید خوب باشه دیگه. دروازه این زمین چمنه خیلی بزرگه حاجی، 7 متر یا 8 متره. اون گل اولی که دیگه نتونسه. تو خودت 2-2 بعد به این میگی بزرگ؟ داداش من بزرگ یعنی دو تا تو رو بزنی واسه چی مسخره؟ آقا اجازه بده پول عقد تو میدی مگه؟ 3-2 هم مثلا. تو چند متری؟ خودت چند متری الان؟ چند متری؟ آقا تو مگه پول متراژ منو تو میدی؟ نه من سوال آقا بریم اطلاعات بازی رو ببینیم تو نیمه اول چه اتفاقی افتاده. استیتس خب 58-42 مالکیت توپ توتو 58% بوده. شاتسشون 6 تا شوت زدن ها که توتو 4 تا تو چارچوب. یعنی اونا دو تا داشتن که حاجی امچس گرفته دو تا سیوش. پشمام دو تا گرفته امچس 4 تا. آقا ببین توی سوئیل نگاه کن، این توی این بازی هم دقیقاً داره یه سری داستانا صدق میکنه. پاسای درسته حسامینا 60 تا بوده، اونور 58 تا، بعد اونور دو تا گل زدن. چرا؟ حاجی من داره عصبی میکنه. میدونی چرا؟ با هم گفتید شما. عمق ایناه. چی پاس عمقی؟ بابا ترکیبشون رو دفاعی چیده بودن اونا، خودت گفتی. آقا من کمک کردم دیگه. نه کمک نداریم اینجا. حاجی من داره اذیت. امچس 3 تا سیو کردمش کرد. واقعا دارم میگم این گلر اگه نبود اینا میشه میخورن. آقا به نظر من ولی حسام امکان کامبکش هست، چون پاس‌های زیبایی به آقا ممیزاد میده. آقا ممیزاد پاس میده به حسیس میزنه. یه تشکر ویژن بکنم همینجوری یهو از عموی بزرگم، همینجوری یهو رندوم خواستم تشکر. بعد ببین سالار چه استارتی زد اون صحنه، برگشت توپو گرفت. امیر سالار گل میزنه. عالی آقا. 100 گل میزنه. نظرت چی؟ پس عرفان تو میگی که همین نتیجه میمونه یا بهبود میبخشه همین نتیجه دو؟ بهبود نمیبخشه. اونجوری که من دیدم اونا میدونن عمران حاجی اینا نه، یعنی اونها هم بهبود نمیبخشن. دو هیچشون رو بیشتر کنن یا نه؟ میکنن. مطمئن قطعاً. یعنی حسام اصلا یک گل هم نمیزنه. چرا؟ کی گفته گل نمیزنه؟ ولی میبازه. عمرم ببره. بازی که من از اینا دروازه‌بانی که من از حسامینا دیدم بعید میدونم. دروازه‌بان آقا دروازه‌بانو که تعریف کردی همین الان. اولش تعریف کردم. بازیشو دیدم گرفت. آقا همین الان میونه کلامتون بریم رختکن. یه سر یه توک بریم رختکن برگردیم. با ویدیو کال برگردیم مهمونه. با ویدیو کال برگردیم. من بس برم حسامو ببوسم. من چی؟ آمد تو میاد زیر پات موقعیت دسته شد. آمد چی شده؟ چه بولیدی تو؟ می‌کردم بوری در صد تا بودیم. ما یک ساعت و نیم وایسادیم، خب معلومه می‌بریم. من اومدم تو زمین پام دیگه نیاز به حمله نداشت. وسط وایسین، همین وسط بازی می‌کنید، با هم می‌ریم جلو. پشت موازی شوت. راحت بازی. بازی برمیگرده سری تو 2 دقیقه. تو جای می‌دونی اختلاف بیشتر برسیم. خیلی بیشتر می‌زنیم. آخ خیلی خسته شدم. راحت بهت بگم حمله رو نیمه دوم راحت بهت بگم 5 تا بیشتر هم می‌زنیم. خیلی میریم جلو و تعویض باشه این بازی رو ببریم. ما خیلی راحت می‌تونیم بازی رو ببریم. که ما بذاریم راست. حامد تو میای یه خطر رد دفاع یا نه؟ حامد بنده خدا تا همینجاش هم ترکیده بعد تو شاخص زیاد دوندگی نداره. نگاه کن دفاع زیاد دوندگی نداره. ما یه خط همش جابجا حساب در سرویس میرود. آقا به جای اینکه یه نفر بره چپ یه نفر بره راست باز بکنیم، اگر از نظر نفس کم داریم ما اینطوری بازی باز می‌کنیم خودمون کم میاریم. 3 نفر وسط وایسن، یکی وایسه جلو. این 3 نفر بازی‌ها رو خیلی نمونن توی گوشه که موقع دفاع کردن بتونن به خط بلند بازی کنن. ولی وقتی 2 نفر برن تو بال، موقعی که ما بلند دفاع بکنیم اون 2 نفر بریدن، نمیتونن بیان کمک بکنن و عملاً ما 2 نفر رو توی علی باید بازی کنیم، بکشیم زیرش. واقعاً دمتون گرم، همه عالی. بچه‌ها درجه 1 تیم ان شاءالله میره برای قهرمانی. من به نظرم طبق چیزی یادم حامد یه خط بیاد عقب، نفس نداره جلو ما دور. اینا هم دوندن، هم عقبشون دوندن، هم جلوشون. حامد یه خط بیاد. ما یه تشکرم از آقای مهدی فسبت بکنیم، خدای همچین محیطی رو فراهم کرد، واقعا دمش گرم. من چپ، این ورم یکی دیگه وایسه. من به نظرم این بهترین چیزیه که ما اتکمونه. آره دیگه این اتکمون تو اتک اینا بیان، فقط این شرطی که این 2 تا دفاع ها برگردن تو چیز. حسین اینجا با یه پاس همون گوشا حسین. آقا اینجا 2 تا. آقا اینجا 3 تا، اینجا هم 2 تا میون تو دفاع. این 3 تا هم نزدیک به هم، بی خود باز نشین. خواستید باز بشید این دوتایی تو باز بیار ما کمرمند به وسط بگیریم تمومه. 1 2 3 جینگل نور. صحبت‌های مهمی کردن 2 تا بازیکن توی رختکن با تیمشون. سم اسنو به نظرم داره خوب مدیریت میکنه برخلاف چیزی که ما داریم فکر می‌کنیم. خدای خوب بلده تاکتیک بچینه. لا کلامت من یه چی بگم، همین لا کلام یوکاپ آبره. سری بگو مهمون ویدیو کال بیاد. زندگی هم همینه، یه رختکن حالش خوبه، یه رختکن حالش بده. توتو تاینی اینا دیدید چقدر حالش خوب بود؟ یک سری ها راجع به قشنگ موضوعاتی صحبت میکنن که خودشون دوجا بودن. من بودم دوجا، صحبت نمیکنم. من دوجا بودم. آقا دعوت میکنم از مهمون ویدیو کالمون قهرمان پس جهان آقای حسن پاجانی که باهاشون صحبت بکنیم. حسن پاجانی عزیز، حسن جان سلام همه بچه‌ها، خسته نباشید. با این کار خفنتون در خدمتتونم. عزیزی داداش بازی رو دیدی؟ بازی رو دیدم، یاد لیگ آمریکا افتادم. تیم سفید چرا دفاع نمی‌کرد اصلا؟ به نظرت نیم اول مشکل تیم حسام یعنی تیم سفید چی بود؟ نیم اول ببین نمیدونم، من تیم که 2 تا سبز بود فکر می‌کنم، تیم روبرو تیم سبز دیدم. مشکل تیم حسام چی بود؟ داشتم مشکل تیم سبز بود که قوی‌تر بود. اوه من سلام عرض میکنم به آقا حسن پاجانی. سلام داداش خوبی؟ دورت بگردم، من خیلی دوستت دارم، عاشقتم. آقا من یه سوالی دارم از شما، به نظر شما بهترین بازیکن نیمه اول آقای توتو تاینی چی بود؟ من حس میکنم تو تیم سفید بازیکن بود، حسام بود اسمش اگه اشتباه نکنم، اون بهترین دفاع راستشون درسته؟ حسام هم داشتن. آره بازیکنهای تیم سفید و اسمشون رو بهم میگی؟ الان 7 تا رو بگم دورت بگم. بابا تیم سبز کی بهتر؟ من میخوام طرفداری شما رو کنم بابا. تیم سبز. آقا بذار همین الان من یه سوال دیگه بپرسم، آقا به نظر تیم اسامینا میتونه نتیجه رو بهبود بده یا تیم تاینی اینا گل بیشتر؟ تیم سبز گل دومو نمیشناسم حالا بازیکن‌ها رو کی بودن، ولی گل دومشون باحال بود، کسی که گل زد حال کردن. خب نیمه دوم چی میشه؟ آنچه گذشته تعریف اصلا سوال من جواب نمیده. بابا میگه تیم سبز میتونه نتیجه رو بهبود بده، بیشتر گل بزنه یا اینکه تیم سفید کامبک میزنه. دیگه میتونن بزنن این تیم. از لغت بهبود اشتباه استفاده کرد. آقا این میگه 6 7 تا تاینی اینا میتونن بزنن. آقا بریم ببینیم. دمت گرم. آقا من صدا نمیشنیدم میگید جواب سوالا رو. دوستتون دارم. عاشقتم آقا، دمت گرم. خب سوهیل جان نظر حسن کلا فرق می‌کرد با نظر ما. هر سوالی می‌پرسید یه دیگه جواب می‌داد. جواب سوال قبلی ما رو میداد. ولی نظرش اینه که حسن یک مقدار پینگ حسن بالا بود. احتمال خیلی زیاد پینگش بالا بود. آقا خب آقا آروم آروم بعد بریم سراغ نیمه دوم. آره همین الان به من گفتن آروم آروم نیمه دوم با هم دیگه ببینیم بازیکن‌ها دارن میان داخل. پیش‌بینی نیمه دوم فردا استوره. پیش‌بینی از نیمه دوم. گزارش مهدی پس. بابا تو گزارش تو برو سریع گزارشو بکن. من پیش‌بینی از نیمه دوم آقا اینا کیان ما درجه نمیدن جواب نمیدن استرس گرفتم یه چیز بگم نشسته رو برو پیشبینی نه بریم نیمه دومو ببینیم پیشبینی آقا خود شما به عدد 7053 مندسه پیشبینی بریم نیمه دوم سلام میکنم به شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و خسته نباشید دارم بهتون ممنونم از همکارانم در پخش که خدمتشون بودیم و الان اومدیم با بازی دوم تورنمنت یوکاپ بعد خود حسام هم وارد زمین شده مثل این حالا دوباره از همونجا پشت محوطه شوت میره به تیرک دروازه میخوره نزدیک بود دروازه واسه بار سوم بازیش اونجا خطا نیست میرم واسه حساب کردن شماره 4 اگه اشتباه نکنم یه پاس میکنه به سمت داخل میاد شماره 7 نمیزنه همچنان شماره 9 ببخشید شماره 9 به وسط‌تر و بله گل سوم هم تیم سم اسنو مثل سوئد سلوا دریافت میکنه بازی 3-0 به تاینی بالاخره حسام از دفاع چپ یاد گل به ثمر میرسونه و شادی گل خودش رو به این نحو انجام بله دوباره بازی از وسط زمین توسط تیم حسام شروع میشه این سری حامد خانلو رفته نوک وایساله و حسین توکلی چپ شماره 7 هم سمت راست داره بازی میکنه و الان دیگه حسام به نظرم تیمشو تقریبا هجوم کرده خود حسام پاس رو می‌رسونه به وسط‌تر چقدرم قشنگ این کارو میکنه حامد خانلو اونجا بدن خوبی رو میتونه بذاره همچنان حفظ توپ میکنه یه پا عوض میکنه توپ رو به وسط میاره اونجا میتونه یک پاس بده حسین توکلی نه از جناح راست شماره 7 میره واسه ارسال کردن داور مثل اینکه اوت رو به نفع تیم حسام گرفت شماره 2 تیم حسام علی توکلی میاد دوم وار میسه از اونجا نه مثل اینکه خطا گرفت آور ببخشید من اشتباه کردم ارسال میشه اونجا میتونن هدو بزنن نه چت رو سر کسی حسام نباید اونجا بذاره که بازیکنای تیم حریف برن خلاصش میکنه اونجا حسام نمیرسه سرعتشو خیلی بالاست تو آفساید هم نیست آفساید نیست تک به تک میشن اونجا رفت واسه گل چهارم حسام دریپ میکنه و بعد گل چهارم رو متاسفانه تیم حسام دریافت بازی 4-0 به نفع تیم تاینی حسام دومین گل رو میزنه و مثل اینکه تا اینجای کار بهترین بازیکن زمینه مگر اینکه همکارانم در پخش فرد دیگری اومد نظر داشته باشن الان مثل اینکه حسام یک مقداری خسته شده و میخواد که از بازی خارج بشه از به داور میگه که من رو تعویض بکنین داور فعلا بهش تایم نمیده که این اتفاق میفته حسین توکلی توپ رو از دست میده توپ رو جلوتر میرسونن بله آفساید قشنگ مشخص بود دیگه جای هیچ اعتراضی هم نیستش توسط تایم مثل اینکه سرمربی تیم تاینی درخواست تعویض کرده واسه که این تیم از شماره 6 رو یعنی نیما رو به عنوان مهاجم میخواد وارد زمین بکنه اینجا مثل اینکه سم اسنو یک اشاره‌ای به داور داره واسه تعویض کردن بله نیما وارد زمین میشه و شماره 3 به بیرون میاد یعنی آرشام اینجا توپگیری‌های خوبی دارن اونجا انجام میدن تک دفاع اونجا سالار رو مشیری ببینیم که چیکار میکنه اونجا سالار باید بره توی پاش سالار اشتباه نیستش حرکتش ولی گلو 5-0 به نفع تیم تاینی نیمه دوم همچنان ادامه داره و تموم نشده تاینی 5 تا میزنه تیمش و باز هم همون شده باز دوباره تاینی داره زده حمله میزنه، مثل اینکه به پنجم همچنان راضی نیستن، به سمت راست میارن توی از خیلی خوب داره تیمش حرکت میکنه، شماره 6 دوباره توپ جلوتر میبره به سمت جناحی داره حرکت میکنه، همه چیز اونجا زاویه رو میبنده و گل دیگه نمی کورنر از جناح راست در رای تیم تاینی. اگر شرایط به همین شکل پیش بره به احتمال خیلی زیاد تیم سم اسنو از رقابت‌ها در اولین بازی حذف میشه. اونجا خطا مشهوده، خطا کاملا خطای حامد خانی مشهوده روی بازیکن حریف، ولی زود بلند میشه. تیم تاینی همچنان نفس کم نیورده، همچنان دارن زده حمله میزنن، میدونن که عمق دفاع حریف کجاست و فضای خالی تیم حریف شناسایی کردن. شماره 9 امیر به جلوتر میادش، امیر به سمت راست میبره، اونجا لب خط شوتش فایده‌ای نداره، اونقدر زاویه بسته بشه. تو به شماره 4 میرسه، علیرضا ارزنکار به وسط میرسونه، حامد خانلو به سمت چپ میخواد برسونه، توپشو لو میره. شماره 7 تاینی به جلوتر میرسونه، شماره 9 میتونه اونجا در عرض حرکت بکنه، میتونن دوباره شوت بزنن، میارن به سمت عرض، قشنگ اونجا دفاع میکنه بدون خطا. سالار مشیری چه بدنی داره میداره اونجا سالار، به به چه خطایی هم میگیره، نباید این کار رو انجام بدن که نذارن حریف بازی رو شروع بکنه. تو به شماره 7 تیم اسلام میرسه، یعنی ممیزاد سرعت بالایی داره، میتونه حریف رو دریبل بکنه، اونجا در عرض میزنه، تکل بیفایده تاینی. شماره 7 میرن که واسه گل اول یا نه، ممیزاد پاس رو میخواد بده، اونجا توپ رو دفع میکنن ولی باز دوباره ممیزاد میگیره. نه، حسام خیلی داره خوب بازی میکنه اونجا. حسام شماره 2 تیم تاینی، همه جا هست، هم دفاع هم حمله، هم گل میزنه هم دفاع میکنه، یه نوعی آچار فرانسه تیم سبز حساب میشه حسام. یاد آقا گولیت به خیر که چقدر ایشون شبیه آقا گولیت بزرگ بازی میکنه که ای متاسفانه توپلم. اصلا انجام شده برای ممیزاد، توپو میگیره اونجا، تاینی به زمین افتاده، نمیدونم دقیقا چه اتفاقی واسش افتاده، پای چپش رو گرفته. ممیزاد باید شوت بکنه از اونجا، پاسش رو میده توی عمق دفاعی حریف، نه کسی نیست اونجا. تاینی واسش مشکل پیش نیامده، ادامه بازی رو داره انجام میده. باز دوباره اونجا تیم حسام تک دفاع میشه، یک از بازیکن‌های حسام مثل اینکه سالار مشیری روی زمینه، رفتن واسه گل ششم، میزنن ضربه روی مچس، چه سیوی میکنه، تشویق سلبا از کنار زمین. و متاسفانه گل ششم رو دیگه اینجا دریافت میکنه مچس، کاری نمیتونه بکنه وقتی سه نفر به دروازه‌اش هجوم میارن. سالار مشیری اونجا روی زمین افتاده، امیدواریم مشکل حادی نداشته باشه. مثلا که زانوی راست سالار مشیری دچار آسیب شده و لنگ لنگان داره راه میره. بله خدا سم اسنو وارد زمین میشه، باز دوباره سم اسنو که بنده خدا میخواست تعویض بشه که تیمش بهتر بازی کنه، حالا یکی از بهترین بازیکناش رو از دست میده اینجا. سالار مشیری داور کمکش میکنه که از زمین خارج بشه، امیدواریم مشکل جدی نداشته باشه. بله دوباره میرم واسه زده حمله، شماره 8 میخواد گل بعدی مثلا که بزنه، زفتن واسه زده حمله، شوت میگیره اونجا مچس، ریباندو نباید بذارن همینجوری توپ از دروازه دور باشه، یک حرکت قشنگ. شماره 8 مهدیار به جلوتر میرسونه، حالا اونجا شماره 7 فکر کنم اگه شما نکنه، نه 9 واک بیرون بازیکن دوپا، شماره 9 امیر واقعا بازیکن دوپا و خوبیه و علاوه بر این که هافبک داره بازی میکنه میتونه مهاجم هم خوب بازی بکنه. از همه چپ میرسونن اونجا، ممیزاد میگیره توپ رو ولی توپ به اوت میزن. تیم سبز علی پرتاب میکنه اونجا به شماره 9 امیر میره بیلوتر پاس میده توی عمق دفاعی حریف. امچس میاد جلو میتونه توپو سیو بکنه. به به چه سیوی میکنه امچس. متاسفانه توی به نظرم اینجا توی این تورنمنت هر تیمی که خط آفسایدش رو جلو بکشه شاید بتونه که ببره اونجا. پاس حسین توکلی به مقصد نمیرسه، کاری که دقیقاً تیم امیر موفق و تیم تاینی کرد این بود که خط آفسایدشون رو خیلی بالا کشیدن و باعث شد همین فرار در آفسایدشون یک مقداری واسه حریف سخت باشه. باید ببینم که این روش واسه ما هم جواب میده که انجام بدیم یا اینکه نه، اما باید منتظر بازی بعدی باشیم و ببینیم که میتونیم روش رو پیاده سازی بکنیم. نیمه دوم همچنان ادامه داره و تایم باقی مونده. از همونجا ضربه‌شو میزنه اونجا. امچس گل نمیخوره از اینجا، مگر اینکه ضربات خیلی قدرتی باشه. چه شوتی میکنه. برای بازی های اول تعویضی صورت نمی گرفت به خاطر اینکه هر تیم تعویضی نیورده بود، اما برای اینکه تیم حسام تعویضی آورد و تیم تاینی هم تعویضی آورد، تعویضی آزاد شده. چونجا پنالتی رو داور میگیره یا نه؟ بله، فکر کنم که خطا روی امچس اگه اشتباه نکنم. نه بله، مثل اینکه تشخیص اولی که دادم درست بود و پنالتی برای تیم تاینی گرفته شده. شماره 10 علی پشت توپ. علی با پای چپ میخواد ضربه‌شو بزنه اونجا، ضربه‌شو میزنه و امچس گله. متاسفانه فکر کنم هفتم رو میخوره. واقعا داره خوب بازی میکنه. اگر که یعنی با این نتیجه به نیمه نهایی رقابت ها با امیر موفق برسه، واقعا کار امیر موفق مقابل این تیم سخت خواهد بود. یک تیم آماده، هماهنگ، به قول فیفا بازا با کمستری بالا. مثلا دیگه برای بچه‌ها انگیزه نمونش بازی رو ادامه بدن. تاینی تیمش میره واسه گل بعدی میخوان بزنن اونجا. توپو که در میاره اونجا و نمیذاره که گل بعدی رو بخورن. ممیزاد اگه اشتباه نکنن باید بره دیگه واسه ضد حمله. ممیزاد دیگه قدیریبل قشنگ اونجا به وسط میاره. اونجا باید حرکت بکنه توی عمق دفاع حریف. یه واسه قشنگ شماره 7 توپ رو میگیره. آها، یه گریبل قشنگ. نه شماره 1، چرا من دارم 7 میبینم؟ داور چند دقیقه وقت طلب شده برای این نیمه در نظر میگیره. ضربه بعدی امچس در میاره دیگه، نمیخواد. مثل اینکه باز دوباره میخواد تعویضی واسه تیم تاینی صورت بگیره. شماره 3 میخواد وارد زمین بشه. آرشام که به عنوان دفاع وسط بازی میکرده، چت همونجا میخواد دربر بزنه. شماره 9 شوت قشنگش تو چارچوب و بعد بازی به اتمام میرسه با نتیجه 7-0. تاینی رقیب امیر موفق در نیمه نهایی رقابت ها میشه و سم اسنو در اولین بازی حذف میشه. فعلا از شما خداحافظی میکنم و با همکارانم هم در پخش خدمت شما هستم. امیدوارم استرک نزنی یوتیوب سر تایم نفس نذاش براش حاجی. واقعا در کاتگوری هارد قرار میگیره. خیلی نه شما صحبت نکن رفیق ما. بابا دیگه داداش رفاقت گفتی، نظر واقعی تو بگو. من نظر واقعی مون خیلی حیف شد واقعا. من ناراحتی تو چشای حسام دیدم، ولی واقعا این تقصیری نداشتی. تیم توتو تاینی واقعا به نظر میکرد مدعی قرنه. نکته‌ای هم بگم، متاسفانه سالار سر ران راستش دوچار آسیب شده، ما هنوز نمیدونیم که داستان چجوریه. بازی بعدی متوجه میشیم، بهتون میگیم حتما. امیدوارم سالم باشه، ولی متاسفانه از بازی اومد بیرون. ولی فکر در حد عمو تئوری نبود که مثلا وسط بازی بره و اینا، ولی یه چیزی فکر کنم یک مشکلی خیلی حاد نباشه. کاش بچهای توتو تاینی اونجا می‌زدن بیرون توپو، بازی رو ادامه دادن، شاید حواسشون نبود، اینجوری بهتر بود. ولی من موندم که چرا داور هیچ ریاکشنی نشون نداد که بگه توپو بزنید بیرون. توپ در حال حمله بود، اونو داور نمی‌تونه، اصلا ربطی نداره. وقتی چرا آقا توی قانون باید بزنه، قانون داوری داریم آقا. داور اخلاقو باخت. شما بگو نظرت راجع به این بازی چی بود؟ من که همون اول یک کلمه گفتم، حالا ما بخوایم دقیق‌تر بررسی کنیم، حاج حسام خدایی خوب بازی می‌کرد خودش، ولی تیم قوی نداشت، قبول دارین؟ خب من نظرم ندارم. راجب تو باید نظر بدی. راجب تکلیک حسام زاد نظرت چی بود؟ بعدش جوان مردانه دست بازیکن رو بلند کرد. آره ولی خیلی خشمگین بود اون لحظه که رفت تو پای یارو، ولی بعد دست داد دیگه. بریم با هم دیگه استات‌ها رو ببینیم. فول تایمو 35 مقابل 65. عالیه. 22 تا شوت حرام، 14 تا متاسفانه. اونور چند تا شوت؟ اونورم بخون شوتای اونورا. اونور 2 تا شوت، یک دونه توی چارچوب که همون واسه نیمه اولم. 3 تا آفساید داشت توتو تاینی و کورنراشون 3 تا بود. خطای مازی کم داشت، یه دونه واسه سم اسنو. اینا تعداد پاساشون ببین دقیقاً تعداد پاساشون برابر بوده، تعداد پاساشون برابر بوده، ولی 7 تا گل اونور، 0 تا اینور، 9 تا سیو خفن. واقعا اگه نبود احتمال خیلی زیاد میدونستی که سیوش از شما بیشتر شد مقابل امیر موفق. الان چرا مقایسه کردی؟ من دارم جوابمو میخورم، جوابشو بده. بگو شو حمله اونا بیشتر بود. مرسی تو نه واقعیت چقدر پسر دارو میخواد خودش بالا باشه. آقا من کی واسه من دارم آب میخورم، اینجا تو منو میزنی؟ بله چای نبود، آب بگی دیگه. نه آب سن سن، ولی هیچی از ارزش آقا حسام کم نمیکنه. انشالله فصل بعد آقا حسام با یک تیم بسیار قوی میاد. آقا خب باش میگم کنفرانس مطبوعاتی متاسفانه حسام شرکت نکرده. حالا کنفرانس تاینی ما داریم. حسام قبل از استودیو مثل این که با یکی از بچهای بک استیج صحبت کرد، داره میاد اینجا، حالا راجع به این موضوع صحبت میکنیم. بله صحبت پایانی رو با عرفان بکنیم. عرفان جان دمت گرم که اومدی حضور کردی. خیلی دمتون گرم که حضوری که میدونستید من چیزی از فوتبال سر منو دعوت کردید که حضور گرم برنامه‌تون رو شکفته کنه و خیلی خوشحالم که حضور پیدا کردم. ممنونم از سهیل عزیز، خاک پاتم. خیلی خوب ازم تعریف کردی. من اونایی که ازم تعریف میکنن و با اونا رفاقتم ادامه میدم. فشار میدین؟ چرا داریم یه جلو؟ نیم تو داری فشار میدی. خیلی دوست دارم، مرسی از اینکه مهمون برنامه ما بودی. دمت گرم. نظرهای بسیار کارشناسی داشت، خیلی نظرهای دقیقی داد توی این یوکاپ. نامصب پشمان من عاشقتون. عرفان جان صحبت پایانی اگه داری بگو که ما من یه سوالی فقط درخواستی دارم. هر درخواستی داری؟ از اینجا به بعد زندگی من به دو دسته تقسیم میشه، از اینجا به بعد و از اینجا به قبل. میخوام از این به بعد برم تو زمینه کارشناسی فوتبال. از اینجا به قبل میتونم به نظر؟ بله. اینجا به بعد فقط لطفاً دستور آقای موسوی هماهنگ میکنم شما شفت بشید. هیچ جا آقای موسوی توپر واسه من بیار. گرفت توپر گرفت ازت؟ بله موسوی. آقا چرا توپر گرفت؟ نه یار شوخی کردم آقا. آقا نمیبینی که آقا ما مزاحم شما نشیم. بچه‌ها برای شما ماشین گرفتن، خیلی دوستتون داریم. بریم ماشین آوردم. البته ماشین آوردم. چیه ماشین؟ هر چی آوردم واسه منم برسون. بریم کنفرانس مطبوعاتیه بعد بازی. به نظر نقطه قوت تیمتون چی بود که تونستید ببرید و حریفاتون باید ازش بترسن؟ به نظر من که تو خط حمله خیلی خوبیم. بچه‌ها قدرت حمله توپ بالایی دارن، از این نظر میتونیم خیلی راحت‌تر توپو از وسط تا حمله ببریم و موقعیت ایجاد کنیم. صحبتی با هوادارات داره که کلی واسط کامنت گذاشتن و بهت انرژی دادن. دمشون گرم، کارشون درسته، ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم. عالی، دم همتون گرم. خب متاسفانه اتفاقی که توی این بازی افتاد، حسام جان به جمع ما اضافه شد. متاسفانه بازی افتاد. بیشوره یارو. آقا حسام اومد اینجا، من نمیدونم خودت صحبت کن. نه قرار شد. حسام جان سلام عزیزم. حسام چرا الان ناراحتی؟ داشت بازی؟ نه بنده اومدم یه سری صحبت‌ها کنم، گفتم تو چرا اونجا مصاحبه نکردی؟ اونجا یه سری فشارا رو بنده بود. چه فشارایی؟ از طرف بازیکنای تیم خودی و شرایط جوی بنده اونجا نتونستم چیز بکنم. دلیل باخت چی بود؟ دلیل باخت چند تا دلیل متعدد داشت سهیل جان. بنده اولا که عذرخواهی میکنم از تمام بچه‌هایی که دوست داشتن تیم من ببره و تیم من نتیجه‌ای که میشد رو ما کسب نکرد. و شرایطی که بود طبق برنامه ما باید تیممون رو یوتیوبری میچیدیم دیگه و من سعی کردم تا حد امکان یوتیوبر بچینم و خب طبق تایمی که ما داشتیم نتونستم اون، حالا خیلی ها نیومدن نشد، اما این قول به بچه‌هایی که منتظر یه نتیجه خوب از طرف تیم من هستن میدم که توی سیزن دوم به امید خدا یه تیم خوب ارائه بدیم. اینم نمیگم که من تقصیرکار نبودم، هم سطح بدنی آماده نبود اصلا، بدنی دیدیم تو زمین اون توپ رو زدم. چرا حالت بده سوهیل؟ داش رفیقم ریده. سوهیل جان عزیز من، می‌ذارم من دستتو ببوسم. در کل آماده نبودم ولی برای سیزن دوم بنده قول میدم که شرایط رو مهیا کنم. آقا بیا دو تایی بیارم سمش بغلش. آقا نه آقا الان وضعیت سالار چجوری بود تو رفت؟ وضعیت سالار یه مقدار درد داره ولی شرایط جوری نیست که مثلا بیمارستانی جایی بره. با در طول زمان اوکی میشه، اونقدر هم بد نیست ولی ممنونم ازش، جزو بازیکنایی بود که هم دوید هم واقعا دفاع آخر خوبی بود. از تمام بازیکنامون تشکر میکنم، در حد امکان تمام سعی و تلاششون رو کردن. به تیم حریف چی؟ تیم حریف تیم خوبی بود، همشون فوتبالیست و به قول معروف ورزش میکردن، اصلا یه اضافه وزن دار من تو اونها ندیدم. بله این سوالم تو دلم بود چطور بفهم اینا جا بدترین بازیکن تیمتون؟ بدترین بازیکن تیم خودم بودم به نظر من، چون که هم نت شد تایم زیادی بازی کنم، هم یه توپ اونجا اومد اگر خوب میشوتیدم اون میتونست گل بشه. چیز دیگه ای که بگم یه صحبت هم بکنم، من بعد بازی با اون امیر فکر کنم یا حسام بود که سالار مصدوم شد ادامه داد، گفت داداش من متوجه نشدم اون اتفاق افتاد. در کل میخوام بگم ما ناراحتی نداریم که اگه اونو زدن تو گل، بازم از تمام هوادارا عذرخواهی میکنم و این قول رو میدم که تیم من و همچنین تیم سهیل بتونه سیزن بعدی به مراحل بعد صعود کنه. شما هستی آقا، شما هنوز تو رقابت ها هستی آقای مهدی جان، یارو خودش خب آقا بریم سراغ ادامه کارمون، فعلا با حسام جان خدافظی می‌کنیم. مرسی حسام، ممنونم ازت. خب سهیل جان سومین بازی مرحله اولم تموم شد، میمونه فقط بازی فلین و بنیامین. اینجا نمیتونیم به بچه‌ها بگیم که پیش بینی کنن بازی بعد دیگه، چون مشخصه دیگه اینجا راحت میتونن پیش بینی کنن کدوم تیم میبره. بذار پیش بینی بکنن دیگه، همین الان میتونن. آقا هفت تا خودسام به هر حال امیر موفقی خورد به تاینی، درسته مشخص شد. من اونجا تکلیفم مشخص نیست، به بنیامین یا میخورم شبیه زندانی ها عکس گرفتی. آقا بلمون کن دیگه، شبیه زندانی ها عکس گرفتی، تو شبیه تالارین تو عکس گرفته بودی. اون داشت من حتما زیاد به خدا قسم گفت یارو اینجوری وای نست، همه اینجوری وایسادن، این اینجوری وایساد. آقا تو کت شلوار پوشیدی، من چیزی گفتم اون کت شلوار بله شما هیت دادی من هیت بک دادم، ببخش منم اینسا. بازی بعدی چهارشنبه بازی فلیم حسین و بنیامین و یوکاپ رو حتما فالو بکنید، اونجا حتما ما خبرها رو میذاریم، بازی ها رو میذاریم، لایو جنجال ها هم میذاریم، قرعه کشی لایو، همه چی تو میذاریم تا خدایی هست مشکلی چشم بزنی سوال میشه.